رهبری پس از خامنه ای، پسرش مجتبی یا گزینه ای دیگر. باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. احتمال آن که انتخابات خبرگان رهبری که 11 اسفند 1403 برگزار شد، آخرین دوره از این انتخابات در زمان حیات علی خامنه‌ای باشد، کم نیست. رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 85 سالگی است و 8 سال دیگر اگر زنده بماند 93 ساله خواهد بود. همزمان با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اظهار نظرهایی درباره احتمال انتخاب مجتبی فرزند علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ پدرش مطرح شده است. گزینه‌های احتمالی برای رهبر بعدی حکومت چه کسانی هستند؟ اغلب تحلیل‌های رسانه‌ای می‌گویند مجتبی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی. در اغلب این تحلیل‌ها، جدای از حدس و گمان، کمتر می‌توان داده‌ای قابل استناد هم یافت، اما این به خودی خود نیز نمی‌تواند نافی نگاه حکومت به این دو گزینه به عنوان نامزدهای رهبر بعدی باشد. برخی ناظران سیاسی معتقدند که همه قلع و قمع‌های پیش از انتخابات کنونی خبرگان برای فراهم کردن بستر مناسب انتخاب فردی بوده که حکومت مایل است او را به عنوان رهبر آینده معرفی کند. یک عضو مجلس خبرگان رهبری اخیراً در مصاحبه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده ی حکومت هم مخالفت کرده است. موضوع دخالت‌های مجتبی خامنه‌ای در عرصه سیاسی ایران و حتی احتمال رهبر شدن او بعد از مرگ پدرش اکنون حدود 2 دهه است که با وجود هشدارهای مکرر منتقدان جمهوری اسلامی همچنان مطرح است. یکی از نقاط عطف در علنی شدن مداخله های مجتبی خامنه‌ای در سطوح بالای سیاست در جمهوری اسلامی مربوط به 18 سال پیش، یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 است که منجر به پیروزی محمود احمدی نژاد شد. در آن زمان مهدی کروبی یکی از معدود صداهایی بود که جرأت کرد مداخلات مجتبی خامنه‌ای را با ذکر نام علنی کند. آقای کروبی که به مرور بیشتر مورد غضب حکومت قرار گرفت، مجتبی خامنه‌ای را به دخالت در انتخابات آن سال و حمایت از برخی کاندیداها متهم کرد. اما در سالهای بعد، بیش از آن که موضوع مداخلات مجتبی خامنه‌ای در اموری چون انتخابات مطرح شود، موضوعی اساسی تر، یعنی به دست گرفتن قدرت رهبری پس از مرگ پدرش مطرح شد. نظام سیاسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای طراحی شده که قدرت سیاسی، مذهبی و نظامی و حتی اقتصادی در مقام اول کشور، یعنی ولی فقیه، تجمیع شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند، منعی برای انتخاب فرزند یا دیگر بستگان رهبر قبلی به عنوان جانشین ندارند. با این حال، بر اساس پیشینه انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی و همچنین شعارها و ادعاهایی که همواره مقامات درباره مردم سالاری دینی مطرح کردند، ابراز موافقت با انتقال موروثی رهبری حتی برای حامیان حکومت چندان ساده نیست. بنابراین جا انداختن جانشینی احتمالی مجتبی خامنه‌ای در افکار عمومی امری زمانبر و در این حال حساس است. در سالهای اخیر تبلیغات مستقیم یا غیر مستقیم درباره مجتبی خامنه‌ای به مرور پررنگ‌تر شده است. برای نمونه، حضور او در راهپیمایی‌ها، قرار گرفتنش در کنار فرماندهان عالی رتبه سپاه و انتشار عکس از تدریس دروس حوزوی، جملگی می توانند اقداماتی برای آماده سازی افکار عمومی تفسیر شوند. اکنون سیاست مقامات ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش مهم احتمال رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای این است که
از یک سو منکر اتخاذ تصمیم قطعی درباره رهبر شدن او شوند و از سوی دیگر بر توانایی و شایستگی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر احتمالی آینده جمهوری اسلامی تأکید کنند. در تازه‌ترین اظهار نظر، صادق محمدی، نایب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دهم اسفند و یک روز پیش از برگزاری انتخابات خبرگان رهبری گفت که هنوز رهبر آینده انتخاب نشده و این مسئله فقط و فقط در مجلس خبرگان آینده طرح می‌شود. او اما بلافاصله تأکید کرد که مجتبی خامنه‌ای یک فقیه مسلم است که سالهاست در قم درس خارج فقه و اصول دارد و به عنوان یکی از گزینه‌ها میتواند مطرح باشد. اما ظاهراً بحث درباره آینده مجتبی خامنه‌ای در درون حکومت به طور جدی‌تر مطرح می‌شود. این ادعا که موضوع رهبر آینده فقط در مجلس خبرگان جدید مطرح می‌شود، اکنون با اظهارات یک عضو مجلس خبرگان نقض شده است. روز نهم اسفند، محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری فاش کرد که یک بار در کمیته 3 نفره خبرگان درباره یکی از فرزندان علی خامنه‌ای که به گفته او از نظر علمی در سطح بالایی است بحث شده است. محمدی عراقی مستقیماً نام مجتبی خامنه‌ای را ذکر نکرد، اما در سالهای اخیر تبلیغات گسترده‌ای برای این ادعا صورت گرفته که مجتبی خامنه‌ای مجتهد است و دروس حوزوی را در سطح بالا تدریس می‌کند. ادعاهایی که توجیه می‌کند او صلاحیت حوزوی رسیدن به مقام ولایت فقیه را دارد، هرچند محمدی عراقی مدعی شده که علی خامنه‌ای از طرح نام فرزندش به عنوان گزینه رهبری نهی کرده، اما تا کنون هیچ سند و اظهار نظر عمومی از خامنه‌ای مبنی بر مخالفت او با رهبر شدن فرزندش وجود ندارد. در سال 1359 روح الله خمینی در نامه‌ای به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت علناً با نخست وزیر شدن فرزندش احمد خمینی مخالفت کرد و نوشت: بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. اما با وجود علنی شدن احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای و حتی جنجالی شدن آن، تا کنون هم خود مجتبی خامنه‌ای و هم پدرش علی خامنه‌ای در این زمینه سکوت کردند. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی در جزئی ترین مسائل کشور اظهار نظر می کند، تکذیب نکردن گزارش ها درباره احتمال رهبر شدن پسرش اعتراض منتقدان جمهوری اسلامی را بلند کرده است. مرداد سال گذشته، میر حسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی که از سال 1389 در زندان خانگی است، در مورد احتمال موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داد و نوشت: 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پی آن نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟ با این حال، با در نظر داشت رویکرد حکومت در برگزاری انتخابات خبرگان و نیز با اتکا به اطلاعات در دسترس و سوابق، میتوان پای دیگرانی را هم به فهرست مخفی نامزدهای رهبری باز کرد. کسانی که کمتر مورد توجه قرار گرفتند و در میان عموم مردم نیز چهره‌هایی کم آشنا یا حتی ناآشنا هستند: علیرضا عرافی، عضو شورای نگهبان، مدیر حوزه و نفر اول منتخبان تهران برای مجلس خبرگان. محسن قمی، معاون امور بین الملل دفتر علی خامنه‌ای و نفر دوم منتخبان تهران برای مجلس خبرگان. با این حال، رویکرد شورای نگهبان در برگزاری این انتخابات برخلاف رویکردش در انتخابات مجلس شورای اسلامی وزن دادن به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود، تا جایی که علاوه بر رد صلاحیت چهره‌های اصطلاحاً اصلاح طلب و یا معتدل، چهره‌های مشهور یا نزدیک به اصولگرایان افراطی و نو اصولگرایی را هم رد کرد و عملاً صحنه این انتخابات به گونه‌ای چیده شد که نتیجه نهایی
انتخابات خبرگان به انتصابات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تبدیل شد. اینکه ریاست بعدی مجلس خبرگان به خصوص با توجه به کنارگیری ناگزیر علی جنتی در 97 سالگی از این مجلس و مرگ چهره هایی چون محمد امامی کاشانی و محمد محمدی ری شهری به چه کسی خواهد رسید موضوع بحث نیست، اما با آمدن علیرضا عرافی، محسن قمی و حسین علی سعدی به عنوان نفرات اول تا سوم استان تهران می تواند مسیر انتخاب رهبر بعدی حکومت را کمی روشن‌تر کند. ترقی آقای عرافی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به طور خاص از سال 1381 آغاز شد، زمانی که به گفته خودش خامنه‌ای به او گفت تا به حال مسئولیت‌هایی به شما پیشنهاد شده و به دلیل تزاحم با کار علمی قبول نکرده ای، اما مرکز جهانی علوم اسلامی یک نهاد حوزوی است و مناسب است مدیریت آنجا را بر عهده بگیرید و به این ترتیب و به عنوان تکلیف شرعی ریاست مرکز جهانی علوم اسلامی را عهده‌دار شد. عرافی ساختار این مرکز را دگرگون و تبدیل کرد به جامعة المصطفى العالمیه و سال 1387 با امضای خامنه‌ای ریاست این مرکز را هم بر عهده گرفت. جامعة المصطفى العالمیه از جمله معدود نهادهای دستساز علی خامنه‌ای است که در بودجه عمومی کشور ردیف بودجه مستقل هم دارد. جمعاً 1122 میلیارد تومان برای سال 1402. این مرکز که عرافی تا سال 1397 ریاست مستقیمش را عهده‌دار بود، از 130 کشور به صورت حضوری و مجازی طلبه و دانشجو پذیرفته و گزارش شده که 80 مرکز مذهبی در کشورهای گوناگون تحت پوشش یا حمایت آن قرار دارند. قابل تأمل این که خود عرافی در دوران جنگ سوریه گفته بود تعداد زیادی از رزمندگان لشکر فاطمیون و زینبیون از فارغ التحصیلان ما هستند که تعداد کثیری از آنها شهید و جانباز شده و تعداد زیادی همکنون در صحنه نبرد هستند. نکته دیگری که در بحث انتخابات خبرگان رهبری میتواند قابل توجه باشد، این توصیف خامنه‌ای از عرافی است. هنگامی که طرح و برنامه تأسیس جامعة المصطفى العالمیه را داده بود، اگرچه بلند پروازی هایی دارد، اما بلند پروازی هایی درست و عمیق است. با همه این اوصاف، عرافی به خانواده‌ای تعلق دارد که از سالهای دور به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بود. پدر عرافی از پیش از انقلاب 57 تا سال 1371 امام جمعه میبده یزد بود. پس از آن خودش به امامت جمعه این شهر رسید تا سال 1393 که علی خامنه ای او را به امامت جمعه قم منصوب کرد. خامنه ای سال 1390 عرافی را یک پله دیگر بالا برده و به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرده بود، اما در سال 1395 بود که جهش دوم عرافی در ساختار قدرت رخ داد. در این سال خامنه ای رضایت کامل خود از او به عنوان یک فقیه نواندیش اصیل و مدبر را صریحاً ابراز کرد. عرافی همزمان یکی از 7 عضو شورای عالی حوزه علمیه قم شد و این شورا در خرداد 1395 خود او را که حالا امام جمعه قم هم شده بود به عنوان مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور انتخاب کرد. انتخابی که خامنه ای در واکنش به آن گفت وقع الحق فی محله، تقریبا معادل فارسی حق جای درست نشست یا حق به حقدار رسید. اما در ادامه مراحل ترقی ظاهراً حق‌های دیگری هم بود که باید به حقدار می‌رسید. سومین جهش در سال 1398 رخ داد، یعنی عضویت در شورای نگهبان به دستور علی خامنه‌ای. 4 سال پیش از آن، یعنی 1394، عرافی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم شرکت کرده بود، اما رأی نیاورده بود. با این حال این نقض پرونده هم در انتخابات میان دوره‌ای در سال 1400 برطرف شد و عرافی نفر اول تهران شد و به صندلی‌اش در مجلس خبرگان رسید. با انتخابات اخیر مجلس خبرگان، عرافی نه تنها صندلی‌اش در خبرگان را حفظ کرده که باز هم نفر اول منتخبان پایتخت شده است.
بر اساس آمار رسمی حکومت با 888,618 رأی از مجموع 1,914,702 رأی صحیح، نام علیرضا عرافی دست کم از سال 1395 در کنار هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی و البته مجتبی خامنه‌ای به عنوان جایگزین‌های بعدی خامنه‌ای مطرح بوده است. هاشمی شاهرودی سال 1397 از دنیا رفت و صادق لاریجانی در ادامه روند لاریجانی زدایی از ساختار قدرت اساساً موفق به ورود به مجلس خبرگان نشد. با توجه به سیر مراحل رشد و ترقی علیرضا عرافی و عملکرد او که با رضایت کامل رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده و تعریف خامنه‌ای از او به عنوان فقیه نواندیش اصیل و مدبر که بلند پروازی‌هایش درست و عمیق است و به خصوص نفوذ گسترده‌ای که به واسطه مدیریت حوزه علمیه و جامعه المصطفى العالمیه در میان مسلمانان دیگر کشورها دارد، میتوان او را هم از مهمترین گزینه‌های پنهان حقدار برای جایگزینی رهبر بعدی حکومت تلقی کرد. تنها نقص پرونده عرافی در افواه عمومی طرفداران حکومت رنگ عمامه اوست که برخلاف خمینی و خامنه‌ای و نیز مجتبی و رئیسی سیاه نیست. در مقابل اما نه همچون مجتبی پرونده ای از بدنامی دارد و نه همچون ابراهیم رئیسی به دلیل سوابقش با قضاوت‌های عمومی قبلی دست به گریبان است. محسن قمی بیش از آن که به ریاست نهاد نمایندگی ولایت فقیه در دانشگاه‌ها یا سه دوره عضویت در مجلس خبرگان مشهور باشد، به وزیر امور خارجه دولت پنهان خامنه‌ای شهرت دارد. محسن قمی که متولد 1339 است و در فقه شیعه و فلسفه اسلامی در زمره شاگردان کسانی چون وحید خراسانی، جوادی آملی و مصباح یزدی بوده، از دانشگاه تهران نیز مدرک دکترای فلسفه گرفته است. با این حال همانقدر که سوابق تحصیل و تدریس حوزوی و غیر حوزوی او گسترده بوده، در امور اجرایی کشور نیز در پست‌های انتصابی از سوی علی خامنه‌ای فعال بوده و هست. پرش نخست محسن قمی در ساختار قدرت در سال 1377 رخ داد، زمانی که با امضای خامنه‌ای به ریاست نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه‌ها منصوب شد. سه برادر محسن قمی در جریان جنگ ایران و عراق کشته شدند و مادرش نیز سال 1366 در جریان کشته شدن برخی حجاج ایرانی در عربستان سعودی کشته شد. بر همین اساس بود که خامنه‌ای در حکم او در آذر ماه 1377 او را حائز مراتب فضل، تقوا و بصیرت و مفتخر به انتساب به بیت عالی شهادت خواند و از او خواست با ابتکار و خلاقیت به مدیریت و اجرای برنامه‌ها و اهداف و دستورات خامنه‌ای در دانشگاه‌های کشور بپردازد. ظاهراً رضایت خامنه‌ای از عملکرد آقای قمی به گونه‌ای بود که 7 سال بعد به دومین پرش بلند او انجامید. مشاور امور بین الملل دفتر خامنه‌ای و پس از آن انتصاب به مقام اجرایی معاون امور بین الملل دفتر خامنه‌ای. قمی در همه این سالها از چهره‌های معتمد خامنه‌ای بوده و در ساختار دولت پنهان رهبر نه تنها در مواردی رئیس دولت را در سفرهای خارجی به طور رسمی بدرقه یا استقبال می‌کند که گاهی به نمایندگی از رهبر به سفرهای خارجی هم می‌رود و به دلیل سوابق متنوع و گسترده اجرایی و علمی‌اش نفوذ قابل توجهی هم در مناسبات داخل کشور دارد. یک نمونه از سفرهای خارجی او که رسانه‌ای شد، شرکت در مراسمی در بیروت برای رونمایی از کتاب خاطرات شفاهی خامنه‌ای در بهمن 1397 بود که علی دعموش، نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان، نیز در آن شرکت داشت. محسن قمی در زمره دیرپایان مجلس خبرگان رهبری هم هست. سال 1377 که جریان موسوم به چپ به دلیل رد صلاحیت اغلب آنها و نیز اجباری شدن شرکت در امتحان علمی به کلی از مجلس خبرگان رانده شدند، آقای قمی در فهرست تهران وارد مجلس خبرگان شد.
در دوره چهارم نیز محسن قمی صندلیش در مجلس خبرگان را حفظ کرد، با این تفاوت که این بار با حضور چهره‌هایی چون هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، امامی کاشانی، مشکینی، جنتی و مصباح یزدی به ردیف 12 از 16 منتخب تهران صعود کرد. در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در سال 1394 روند ترقی ادامه یافت و آقای قمی به عنوان نفر چهارم از 16 منتخب تهران برای بار سوم وارد مجلس خبرگان شد و این بار مسئولیت کارپرداز اداری و مالی هیئت رئیسه این مجلس را هم به او سپردند. در انتخابات اخیر محسن قمی نهایتاً به بالای جدول رسید و تنها با اختلاف کمتر از 500 رأی در کنار علیرضا عرافی در صدر قرار گرفت. بر اساس آمار رسمی حکومت با 888,127 رأی از مجموع 1,914,702 رأی صحیح. علاوه بر اینها او سمت‌های انتصابی دیگری هم دارد که اغلب آنها با حکم خامنه‌ای است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه ها، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد، عضو هیئت امنای جامعه المصطفی العالمیه، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی جوانان و همچنین رئیس شورای سیاستگذاری فرهنگی بین المللی دفتر علی خامنه ای. امتیازات محسن قمی در قیاس با علیرضا عرافی برای نامزدی رهبری قطعاً کمتر است، اما اگر پای فهرستی محرمانه از نامزدها در میان باشد، بعید نیست که جایی هم دست کم در ردیف‌های پایین آن برای محسن قمی در نظر گرفته شده باشد. در ادبیات جمهوری اسلامی و به طور خاص رهبر حکومت پای تکلیف که در میان باشد اهمیتی نخواهد داشت، اینکه یک عضو مجلس خبرگان ادعا کرده باشد خامنه ای حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان جایگزین رهبر آینده حکومت مخالفت کرده یا عضو دیگر مجلس خبرگان فاش کرده باشد که در کمیته ویژه درباره یکی از فرزندان علی خامنه ای بحث شده است. علی خامنه‌ای در سال 1368 در مجلس خبرگان گفته بود باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشود.